waগt سالها دل طلب جام جام از ما میکرد وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم به درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان قند به ایستگاه هفدهم رسیدیم عنوان درس شما استاد طراحی رسامی پروفسور غلام محمد میمنگی است در ادامه درس در حوزه دستور زبان میرسیم در یک مفهومی تحت عنوان وجه فل دوستان عزیز همزمانی که اشاره میکنم و دوستان برای شما زیرنویس میکنند کانال ارتباطی ما در فضای مجازی را دنبال کنید دو سف نوصد و سیزه آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما برای کمکیاری بیشتر درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود دوستان گرامی به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس نو شویم درس جدید را ما و شما با هم بررسی کنیم درس قلب برای شما یک کار خانگی داده بودیم که امروز می‌خوایم با شما مرور کنیم در جلسه قبل گفته بودیم که شاگردان عزیز به سوالات زیر جواب دهید سه سوال برای شما داده بودیم که متناسب با حوزه دستور زبان درس قبل شما بود که درس قبل شما در حوزه چی بود دوستان در حوزه زمیر اشاره بود خب حالی گفته بودیم که چی زمیر اشاره برای دور کدام است کدام 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 زمیر اشاره هست که برای نزدیک نه برای دور به کار برده می شود کدام کلم است دوستان؟ زمیر اشاره برای دور احسن برای دور گفتیم از زمیر اشاره آن استفاده می کنیم آن می چی؟ میگوییم آن دختر آن شاگرد آن درخت هر زمانی که برای اشاره به دور خواستیم چیزی را نشان کسی بدهیم از زمیر آن استفاده میکنیم حالی سوال بعدی گفته زمیر اشاره برای نزدیک اگر باشد اگر یک اسمی باشد یک چیزی باشد یک شیعی باشد در نزدیکی ما قرار موقعیت داشته باشد از کدام کلمه استفاده میکنیم دوستان؟ از کدام زمیر اشاره استفاده میکنیم؟ آفرین زمیر اشاره نزدیک شود این زمیر این برای اشاره در واقع یک چیز نزدیک یک فرد نزدیک یک شخص نزدیک از این استفاده میکنیم میگویم چی میگویم این تخته میگویم این مرد میگویم این زن میگویم این کشور نگاه کنید دوستان برای اشاره به دور از آن برای اشاره به نزدیک از زمیر اشاره این استفاده میکنیم خب سوال سوم میگوید که در چه حالتی به این و آن یعنی به این که اسم چی بود دوستان زمیر اشاره نزدیک بود و آن که زمیر اشاره دور بود در چه حالتی صفت اشاره میگویند در چه حالت زمیر در واقع تبدیل میشه زمیر اشاره به صفت اشاره تبدیل میشه در یک حالت گفتیم دوستان گفتیم که میتواند این و آن که زمیر اشاره هست صفت اشاره هم ذکر شود فقط در صورتی که نتوانیم این و آن را جمع ببندیم هر زمانی که این و آن جمع بستن نشد او را میگویم چی؟ تطنمان صفت اشاره مثلا نگویم که چی؟ بگویم که بلفرد دوستان بگوییم که این پسر از آن پسر کلانتر است این دختر از آن دختر خردتر است نگاه کنید دوستان هر زبان هر, زمان، هر زمانی هر زمانی که این و آن در واقع جمع بسن نشود میتواند تبدیل به صفت اشاره شود خب شاید عزیز ما و شما درس جدید را از همین لحظه آغاز میکنیم درس امروز ما در مورد یکی از استادان بدیل و بی نظیر حوزه هنر رسامی است کسی که در حوزه نقاشی، طراحی گرافیک دستی بر آتش داشت و بسیار شهرت جهانی پیدا کرد پروفسور استاد غلام محمد میمنگی بود خب زندگی نامه ایشان را با هم مرور میکنیم استاد غلام محمد در شهر میمنه ولایت فاریاب به دنیا آمد ایشان در سال 1253 هجری شمسی در ولایت فاریاب در شهر میمنه زاده میشود فرزند کیست نام پدرش عبدالباقی خان مینکباشی و جدش صوفی مینکباش از اشخاص با دوستان از اشخاص با است که در حوزه در واقع فاریاب بسیار شهرت دارد و زندگی اشان در میمنه ادامه پیدا میکنه تا هفت سالگی در زمانی که در واقع عبدالرحمن خان به قدرت میرسد چون پدر اشان عبدالباقی خان مینکباشی یک شخصیت بانفوز در فاریاب است و خود عبدالرحمن خان در ابتدا فکر میکند و برداشت میکند که ممکن است ایشان در این منطقه در واقع قیام کند بر حکومت و از ایشان میخواهد که در واقع به شهر کابل بیاید و از نزدیک ایشان را رسد میکند در زمانی که در واقع استاد غلام محمد در سن سالگی به سر میبرد پدر ایشان را به دار مجازات توسط عبدالرحمن آویخته می شود. خب استاد در رسامی و علاقه به شعر و ادبیات در, در همون زمانی که کودک است جناب غلام محمد میمنگی دوستان علاقه ایشان اشتیاق ایشان بروز میکند در حوزه هنر نقاشی و رسامی و بعدها علاقه پیدا میکند به شعر و ادبیات تخلصی که در حوزه شعر از ایشان ذکر میشود مصور نام دارد و شهرت ایشان در حوزه هنر رسامی نیز از سن 16 سالگی خود را بروز میداد در دوره امان الله خان در واقع ایشان بورسیه تحصیلی می شود و حرکت می کند به سمت کشور جرمنی می رود و دو سال در حوزه هنر رسامی و نقاشی در واقع تحصیل می کند و فارغ تحصیل که می شود فارغ تحصیل ایشان همزمان می شود با کسب رتبه اول در فی بسیاری بسیار از افرادی که در او دانشگاه مشغول تحصیل بودند کسانی که بسیاری گفتند از ملیت های مختلف نزدیک در 20 ملیت مختلف در واقع شاگردان و دانشجویان بودند که در او مکان در او فاکولته در او دانشگاه مشغول تحصیل بودند و در فیما بین او هم افراد تنها استاد غلام محمد میمنگی میتواند رتبه اول را کسب کند کسب رتبه پروفسوری در رشته هنر در کشور چرمنی. این در واقع یک افتخار است برای کشور ما که استاد در واقع میتواند و در واقع رتبه پروفسوری را در رشته هنر در کشور جرمنی یا همون کشور آلمان در واقع کسب میکنه بعد ها جراید و روزنامه ها و جورنال های جرمنی می آید و یک لقب یا دو لقب بهشان می داد. یک لقب نقاش افسانه‌ای و دیگر نقاش کیمیاگر است به خاطر دست ماهر دست پرتوان و دست بیبدیر استاد ایدون در واقع القاب نصار اشان میشد توسط جراید کشور جرمنی خب تسلط اشان علاوه بر هنرهای رسامی دوستان گفتیم در حوزه گرافیک هم هست در حوزه های شعر هست در حوزه ادبیات هم از پس ایشان نگاه میکنیم که در کنار هنر رسامی به شعر خصوصا شعر کلاسیک علاقه بسیار خاصی داشت تدریس هنر رسامی در مکاتب حبیبیه و حربیه در سال 1270 هجری شمسی از نکات بسیار برجسته ایشان نیست که وقتی که فارغ التحصیل می شود از در واقع کشور جرمنی به سمت کشور خود افغانستان برمیگردد شروع به تدریس می کند در مکاتب حبیبیه و حربیه که از مکاتب بسیار بنام در حوزه هنر رسامی مشغول به فعالیت می شود در کناری که ایشان مشغول به تدریس می شود در حوزه هنر رسامی دستی هم بر آتش دارد و در حوزه جرایت هم بسیار بسیار نگارش می کند عضویت در جراید سراج الاخبار عضویت در انجمن معارف و همکاری با مطعبه دولتی از جمله در واقع نقش های سان موقعیت های است که میتوان در او اشاره کرد تکریم توسط شخصیت های بزرگ آسیای میانه ایران و هند بسیاری از افرادی که در حوزه هنر نقاشی مشهور هستند در حوزه هنر رسامی شهرت دارند از استاد در واقع غلام محمد میمنگی به نیکی یاد کنند و مورد تکریم قرار میدن متاسفانه در سن 62 سالگی ایشان در سال 1314 هجری شمسی وفات پیدا میکنند و در قبرستان کوشیر دروازه امروز مقبره ایشان قرار دارد که میتواند در واقع مورد تکریم بسیار و بازید بسیاری از هنردوستان و در واقع هنرنمایان قرار گیرد در دوره محمد زایرشا دوستان یک مؤسسه تأسیس می شود با نامشان تحت عنوان مؤسسه هنری پروفیسور غلام محمد میمنگی که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ وقتی که در کابل قرار موقعیت داشت این مکان تأسیس می شود و شاگردان بسیاری به این مکان میاد و هنر رسامی، طراحی و گرافیک را می خب شایده عزیز وارد بخش دوم شویم در حوزه دستور زبان میپردازیم در یک مفهوم جدیدی تحت عنوان وش فعل نگاه کنید شایده عزیز ما به طور کلی وقتی میگوییم یک کلمه از سه قسم خارج نیست یا کلمه اسم است یا کلمه فعل است و یا هم حرف است گفتیم که فعل یکی از اقسام سگانه کلمه است خب تعریفش چه میشه فعل کلمه است که انجام دادن یک کار یا روی دادن یک حالتی را در یک زمان مشخص معین میکند پس هر زمانی که یک کاری در یک زمان مشخصی انجام شد تحت عنوان فعل از او یاد میکنیم خود کلمه فعل دوستان به طور کلی ویژگی های مختلفی دارد پنج ویژگی اصلی دارد یا فعل میتواند شخص داشته باشد میتواند شمار داشته باشد میتواند معلوم مشغول باشد میتواند گذر ناگذر باشد میتواند چی داشته باشد دوستان وجه داشته باشد وجه فعل مفهوم است که امروز با هم میخواهیم مرور کنیم فعل به اقتضای کلام شکل و صورتهای گوناگونی را به خود میگیرد خب وجه فعل در واقع چی دوستان وش فعل او صورتها و اشکال گوناگونی است که یک فعل میتواند در ساختار جمله به خود بگیرد به طور کلی وش فعل پنج دسته تقسیم میشد یا وجه وش چی دوستان یا وجه اخباری، یا وش, 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 وش امریس یا التزامی یا مسری و یا هم وسویس در واقع وجوه پنجگانه فعل میتواند این پنج شکل باشد خب بیاییم هر کدام از این وجوه فعل را با هم بررسی کنیم خب وجه اول دوستان گفتیم وجه اخباری است وجه اخباری خبر دادن از وقوع حادثه است هر زمانی که یک کاری یک حادثه یک رویدادی یک اتفاقی رخ داد از وجه اخباری استفاده میکنیم مثال امروز هوای کابل گرم است نگاه کنید دوستان خبر از گرم شدن و گرم بودن هوای کابل داده می شود این وش ها میگن وش اخباری یا وجه فیلم می تواند وش امری باشد در واقع امر کردن به اجرای کاری را به ما نشان داد میگوید ورزش کن حرف بزن سر کار برو نگاه کنید دوستان هر زمانی که از این افعال استفاده کردیم در واقع از وجه چه استفاده کردیم از وجه امری فعل استفاده کردیم خب گاهی می یک فعل وجه التزامی داشته باشد وجه التزامی او وجهی است که با شک از وقوع یک حادثه یا یک رویدادی یاد میکند هر زمانی که شما یقین نداشتید هر زمانی که صد فیصد نسبت به یک واقعه اعتقاد نداشته باشید یقین حاصل نکنید بلکه با شک با تردید به یک مقوله نگاه بکنید از وجه التزامی استفاده میکنید به طور مثال نگاه کنید میگوییم که ممکن است هوا بیشتر گرم شود یعنی چی این ممکن است که میگوییم یعنی چی ممکن است یعنی ما نمیدانیم که 100 فیصد حتما گرم می شود یا نه اصلا گرم نمی شود ممکن است وقتی ممکن را به کار می بریم یعنی چی؟ یعنی احتمال یعنی شک یعنی تردید گرم می شود چی گرم می شود؟ هوا گرم می شود نگاه کنید در حالی که در مثال وشی اخباری گفتیم امروز هوای کابل گرم است وقتی می گرم یعنی چی؟ یعنی با یقین می گوییم یعنی با اعتقاد کامل می گوییم در حالی که در این مثال وچه التزامی حالت یقینی حاصل نمی شود. خب وجه بعدی دوستان وجه مستری است مستر چی بود مستر در واقع کلمه ای بود که شبیه به فعل بود ولی زمان را چی نمیرسان کار را انجام دادن کار را نشان میداد ولی زمان را نمیگفت مانند چی خوردن گفتن نوشیدن رفتن آمدن این کلمات کلمات چی بودن؟ مستر بودن در انتهای این کلماتی که شبیه به فعل ما خیلی شبیه به فعل در انتهای کلمات که شبیه به فعل است یک نون قرار دارد نون در انتهای کلمات قرار دارد او نون را میگوییم نون مستری این وجه تشخیص مستر از فعل میشود خب میگویم که وجه مصدری از ریشه مازی مطلق یا اسم فعل ساخته میشود. شود پس نوه ساختش یا مازی مطلق است یا اسم فعل است نگاه کنید دو عزیز ما به طور کلی پنج دسته فعل مازی یا فعل گذشته داریم فعل می تواند مازی ساده یا مطلق باشد می تواند مازی استمراری باشد می تواند مازی نقلی باشد می تواند مازی در واقع بعید باشد اشکال مختلف دارد <تص> ولی وقتی ما میگوییم که وجه مسری از مازی مطلق ساده میشد مازی مطلق یعنی شکل ساده شکل ابتدایی مازی که در واقع از او ساخته میشد یا از اسم فعل اسم فعل نام دیگرش چی بود اسم فعل همان مستر بود شاگرد عزیز اسم فعل همان مستر بود به طور مثال میرویس به مکتب خواهد رفت نگاه کنید وقتی میگوییم خواهد رفت یعنی چی یعنی از وجه مستری استفاده کردیم خواهد که در واقع چی میشه دوستان خواهد میشود همون قسمتی که نشان دهنده زمان مستقبل است ولی او بخشی که ما بشر باش سر کار داریم او قسمت رفت است رفت, رفت از چی میآید رفت از مصدر رفتن میآید مصدر رفتن نون انتهای رفتن را میاندازیم میشود رفت حال شناسه را متناسب با شخص او متناسب با در واقع مفرد و جمع بودن او با او اضافه میکنیم و یک فعل با شخص و با شمار مشخص میسازیم وقتی میگویم رفت نگاه کنید دوستان اولین بون فعل اولین بون فعل در اول شخص مفرد از رفت میاد که میگوم چی؟ خواهد رفت درست دوستان؟ ای همون شکل است که در واقع رفت میشود ماضی مطلق یا همون اسم فعل خب وش بعدی وش وصفی است. در واقع وصفی از صفت می آید صفت چی بود؟ صفت کلمه بود که ویژگی های بیشتر اسم قبل خود را توضیح می داد حالا اگه او اسم قبل را نگاه میکردیم به او اسم که در واقع صفت را به خود می گرفت به او چی می گفتیم دوستان؟ به او می گفتیم موصوف مانند چی؟ مانند کتاب قشنگ کتاب میشد موصوف قشنگ میشد صفت این قشنگ بودن توضیح بیشتری برای چی بود برای کتاب بود دیگه و وش آخر دوستان وش وصفی است اگه خاطر دوستان باشد در درس های قبل با صفت آشنا شدیم گفتیم صفت چیز صفت کلمه است که توضیح بیشتر اسم قبل را بیان میکند خب مانند چی؟ مانندی که بگویم کتاب قشنگ کتاب یک اسم است که ویژگی بیشتری که برایش بیان شده چیه؟ او صفت از صفت قشنگ بودن است که برای کتاب آورده شده حالی او اسمی که صفت میگیرد و صفت به او اسم قبل برمیگردد او اسم قبل رو ما چی میگفتیم میگفتیم موصوف حالی میگوید با کاربرد وجه وصفی خندیده جمله گفته می شود نگاه کنید گاهی ما در جمله از وجه وصفی استفاده میکنیم یعنی از یک صفتی برای تکمیل جمله خود استفاده میکنیم مثال قدریه خندیده به صرف در آمد خب حالتی که قدریه به سمت صرف آمد و به کلاس و به سنف داخل شد چه حالتی دوستان؟ خندیده حالت خندیده این خندیده نمیشه چی؟ می شود وچه وصفی این جمله ما قسمت آخری که در اسلاید امروز برای شما آورده ایم کار خانگی جلسه آینده شماست گفته ایم که برای وجه فعل اخباری التزامی و امری مثال بزنید وجوه که در واقع برای یک فعل بود دستان پنج وجه بود برای شما پنج وجه را بیان کردیم و حالی از شما چی خواستیم؟ از شما خواستیم که برای سه وجه از این پنج وجه یک مثال بزنید چه وجوهی؟ وجوه اخباری، وجوه التزامی و وجوه امری برای ما مثال بزنید و ببینیم که شما دوستان درس امروز را آیا فرا گرفته اید یا نه خوب شاگردای عزیز و گرامی خسته نباشید مانده نباشید جلسه امروز تمام شد عزیزان جان دلبندان نازنین کانال ارتباطی ما در فضای مجازی را دنبال کنید ۲۹۶ ۵۵۱ آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما عزیزان هستیم که کمکیار ما باشد برای بهتر تدریس کردن و بهتر شدن درس زبان و ادبیات دری و به طور کلی برنامه مکتب هادی عزیزان جان خداوند یار و نگهدارتان